برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نامه سرگشاده طالبان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و گزارش از زخمی شدن ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه تروریستی طالبان شدیدا زخمی شده است. تصمیم تازه رهبر کره شمالی در مورد حمله بر جزیره گوام و اتفاق نظر رهبران ژاپن و ایالات متحده به منظور جلوگیری از جاه‌طلبی هسته‌ای پیونگ‌یانگ و گزارش از بررسی‌های چگونگی خوبی و بدی‌های استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین در جهان. سلام، سیارزیو هستم. به برنامه امروز سه‌شنبه 15 ماه اگست سال 2017 خوش آمدید. برنامه کنونی تلویزیون آشنا در صفحات فیسبوک صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. امید است تا پایان ما را همراه باشید. طالبان با فرستادن نامه سرگشاده عنوانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رهبر مسئول خطاب کرده و هشدار دادند که آمریکا باید تمام نیروهایش را از افغانستان خارج ساخته و دست نشاندگان کابل البته گوش ندهند. حکومت رئیس جمهور ترامپ هم اکنون بر نهایی سازی استراتژی منطقه‌ای است که شامل احتمال فرستادن حدود 4000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان خوانده شده است. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که تمام گزینه‌ها از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گرفته تا استفاده از قراردادهای خصوصی و یا هم افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان تحت غور و بحث قرار دارد. آقای ماتیس با بیان این مطلب گفت که تصامیم استراتژیک در مورد افغانستان هنوز اتخاذ نشده است. طالبان در نامه‌شان با ترامپ که به 5 زبان انگلیسی، دری، پشتو، عربی و اردو نوشته گفتند که پس از 16 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان وضعیت این کشور هر روز بدتر شده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند این نامه را به رسانه‌ها فرستاده است. اما نصرت الله جمشیدی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین امروز گفته است که در نتیجه عملیات اردوی افغانستان ده‌ها طالب به شمول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شدیداً زخمی شده است. بیشتر از 80 تن دشمنان کشته شده و نزدیک به 30 تنشان زخم برداشته که در جمله زخمی‌های دشمنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه تروریستی طالبان شدیداً زخمی شده است شامل می باشد و زخمی شدن از او در قسمت رد تبلیغات دشمن، در قسمت تضعیف مورال دشمنان در کشور ما نقش بسیار اساسی دارد. طالبان همچنان اشاره کردند که ایالات متحده با دادن هزاران قربانی و صرف میلیاردها دلار از حکومت در افغانستان حمایت می کنند که در آن معاون رئیس جمهور با رئیس جمهور سازگاری نداشته و والیان در برابر رئیس جمهور ایستادگی می کنند و اعضای پارلمان خواستار کنارگیری رئیس جمهور هستند. حکومت افغانستان طالبان را گروه تروریست خوانده و در عین حال تأکید کرده است که تمام گروه های مخالف در صورت پذیرفتن قانون اساسی کشور بخشی از مصالحه شده و بر روند سیاسی مدغم شده می توانند. دوستان، روند محاکمه عبدالغفار داوی رئیس شرکت داوی اویل و سهامداران کابل بانک پیشین هم اکنون در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری ادامه دارد. آقای داوی با 4 اتهام روبروست که انحصاری ساختن قراردادهای تیل تیاره ها، سوء استفاده از تأسیسات وزارت ترانسپورت در میدان هوایی، دستبرد به دارایی های کابل بانک پیشین و فریبکاری با 2 شرکت خصوصی را شامل می شوند. سرانوار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری می گوید که آقای داوی 16 میلیون دلار از کابل بانک پیشین را دستبرد زده است و افزون بر این دولت نزدیک به 3 میلیون دلار از فعالیت های آقای داوی در زمینه قرارداد تیل ها و استفاده از تأسیسات وزارت ترانسپورت را زیانمند شده است. دوستان، واکنش شما در مورد بازداشت آصف مهمند نماینده شورای ولایتی بلخ و نقش عطا نور والی بلخ در این میان چیست؟ نظریاتتون را همین لحظه در صفحه فیسبوک در یه صدای آمریکا با ما شریک سازید. همکارم لحظات بعد برخی از نظریات شما را در همین برنامه مرور خواهد کرد.
جنرال جوزف دانفورد، لوید استیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، گفته است که واشنگتن و بیجینگ به خاطر رسیدگی به موضوعات دشوار مشترکاً کار خواهند کرد. آقای دانفورد که پس از سفر به کره جنوبی امروز به چین رسید، گفته است که هدفش از این سفر گسترش روابط نظامی با چین مبنی بر جلوگیری از محاسبات نادرست در مورد کره شمالی است. جنرال دانفورد در حال سرگرم سفر به منطقه شرق آسیا است که کره شمالی امروز از توقف مشروط پلان حمله بر جزیره گوام ایالات متحده خبر داد. آژانس خبری کره شمالی به قول از کیم جونگ اون رهبر آن کشور خبر داده است که قبل از حمله بر جزیره گوام ایالات متحده میخواهد انتظار بکشد و ببیند که آیا آمریکایان از اقدامات بی‌نهایت خطرناک خود دست خواهند برداشت یا خیر. رهبر کره شمالی همچنان از ایالات متحده خواسته است که با برداشتن اقدامات اراده خود را برای کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره و جلوگیری از یک تصادم خطرناک نظامی عملاً به نمایش بگذارد. کره شمالی در حال از توقف مشروط پلان حمله بر گوام خبر داده است که جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده، از سفرش به کره جنوبی امروز به چین رسید. آقای دانفورد گفته است که هدف از سفرش به منطقه گسترش روابط نظامی با چین مبنی بر جلوگیری از محاسبات نادرست در مورد کره شمالی و اطمینان دادن از ادامه تعهد ایالات متحده به کره جنوبی و ژاپن میباشد. جنرال دانفورد پس از یک دیدار با لوید رستیز نیروهای مسلح چین گفت با وجود آن که واشنگتن و بیجینگ بر بسیاری از موضوعات دشوار دیدگاه مشترک ندارند، اما افزود که به خاطر رسیدگی به آن یک جا کار خواهند کرد. فکر می کنم که ما باید صادق باشیم. موضوعات بسیار دشوار وجود دارد که در مورد آن دیدگاه مشترکی نداریم. اما نظر به نتایج مجالس ما در واشنگتن و مجلس پربار ما که همین لحظه خاتمه یافت، ما به کار مشترک به خاطر رسیدگی به این موضوعات دشوار متعهد هستیم. آقای دانفورد همچنان روز گذشته گفته بود که واشنگتن تلاش دارد تا وضعیت پیش آمده با کره شمالی بدون کدام درگیری پایان یابد. اما افزوده بود که از گزینه‌های نظامی در برابر آن کشور در صورت ناکامی تحریمات دیپلماتیک و اقتصادی کار گرفته خواهد شد. همین اظهارات آقای دانفورد ظاهراً به نظر می‌رسد که یک تلاش به خاطر کاهش تنش میان ایالات متحده و کره شمالی بوده است. پس از اوج تنش‌های لفظی میان پیونگ یانگ و واشنگتن، نظامیان کره شمالی گفته بودند که یک پلان عملیاتی که در آن جزیره گوام ایالات متحده را در اقیانوس آرام مورد هدف قرار خواهند داد تحت غور و بررسی دارند. خبر توقف یا به تعویق افتیدن پلان حمله بر گوام از سوی مقامات این جزیره مورد استقبال قرار گرفته است. ما خرسندیم که کیم جونگ اون بر پلانهای خود تجدید نظر کرده است. بر اساس چیزهایی که ما میشنویم، ظاهراً به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک یا دور کدام حمله میزایلی صورت گیرد. قبل از این رئیس جمهور دونالد ترامپ و جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز به کره شمالی هشدار داده بودند که در صورت حمله بر جزیره گوام، پیونگ یانگ با عواقب جدی روبرو خواهد شد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. از طرف هم چین امروز هشدار داد که اگر واشنگتن تحقیقات رسمی را در مورد چگونگی تعامل بیجینگ با ملکیت‌های معنوی ایالات متحده آغاز کند، آن کشور منافع اقتصادیش را با قاطعیت حفاظت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز فرمان اجرایی را امضا کرده و بر اساس آن نماینده تجارتیش را هدایت داد تا در مورد اتهامات مبنی بر اینکه چین تکنولوژی و ملکیت‌های معنوی ایالات متحده را دزدیده است تحقیق کند. رئیس جمهور ترامپ از هیئت آمریکایی می‌خواهد تا در مورد ممارست‌های چین که باعث ایجاد فشار ممکن بالای شرکت‌های آمریکایی شده و آنان را به خاطر تعامل در بازارهای چین مجبور به افشای معلومات معنوی اختصاری ایشان می‌کند تحقیق کند. وزارت تجارت چین گفته است که در صورت عملی شدن این فرمان، بیجینگ منتظر ننشسته و اقدام تلافی جویانه خواهد کرد. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، به ارجنتین رسید. این دومین توقف آقای پنس در جریان سفر چند روزه‌اش به آمریکای لاتین است. آقای پنس با خانمش ناوقت شام دیروز به بونس آیرس رسیدند. توقف نخست معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در کلمبیا بود. آقای پنس در تلاش جلب اتفاق کشورهای منطقه علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا است. آقای مادورو
تلاش دارد تا با تعدیل قانون اساسی قدرتش در ریاست جمهوری را افزایش دهد. رئیس جمهور مادورو ایالات متحده را به دامن زدن اختشاشات در کشورش متهم کرده و تعهد کرده است که در برابر واشنگتن مبارزه می کند. از سوی هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز اعلام داشت که اگر ایالات متحده آمریکا کدام تحریم تازه‌ای را بر کشورش وضع کرد، ایران ممکن در ظرف چند ساعت از توافق هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهان دست بکشد. آقای روحانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را همچنان به بی‌اعتنایی در برابر توافقنامه‌های بین‌المللی متهم ساخت. قابل یادآوری است که رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته ایران را متهم ساخت که گویا به مفهوم متن توافقنامه هسته‌ای پابند نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در سخنرانیش به پارلمان آن کشور هشدار مستقیمی به غرب صادر کرد و ادعا نمود که ایران قادر است برنامه هسته‌ای‌اش را ظرف چند ساعت حتی به مراحل پیشرفته‌تر از آنچه قبلا بود اثر گیرد. ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت. ایالات متحده ای امریکا چند پیش تحریمات تازه و یک جانبه ای را علیه ایران وضع کرد، زیرا امریکا آزمایشات اخیر میزایل های بالستیکی از سوی ایران را نقض فیصله نامه ملل متحد خواند. ایران میگوید تحریمات تازه ای امریکا نقض توافقنامه هسته‌ای است که در سال 2015 میان ایران و قدرت های جهان امضا شد. افزون بر این، پارلمان ایران دیروز افزایش بودجه برنامه میزایل بالستیکی و نیز عملیات خارجی سپاه پاسداران را نیز تصویب کرد. با وجود این واکنش های ایران، رئیس جمهور روحانی این نکته را نیز یادآور شد که ایران سعی می کند تا به تعهداتش مبنی بر توافقنامه هسته‌ای پابند باقی بماند. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی بر جنگ و یک جانبه گرایی است و این ترجیح جمهوری اسلامی ایران است، ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود. اما پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران را به عدم پابندی به مفهوم متنی توافقنامه متهم ساخت. فکر میکنم که این یک توافقنامه بسیار بد است، اما آنان پابند این توافقنامه نیز نیستند. آنها یقیناً که به مفهوم متن توافقنامه پابند نیستند و فکر میکنم که اگر آنها از این توافقنامه پیروی نکنند، رویدادهای نیرومند را شاهد خواهند بود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران را یک دستاورد موفق خواند و از اینکه حکومت ایالات متحده به دیده شک به آن می‌نگرد ابراز ناخشنودی کرد. تأسف‌بار است که به نظرم چنین یک پیمان موفق اکنون مورد شک و شبه قرار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در زمان مبارزات انتخاباتیش نیز بارها گفته بود که اگر به قدرت برسد توافقنامه هسته‌ای با ایران را لغو خواهد کرد. اما ایالات متحده تا کنون در جهت لغو این توافقنامه کدام گام عملی نبرداشته است. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. سیلاب و لغزش زمین در فریتاون، پایتخت سیرالیون، جان حداقل 300 نفر را گرفته است. مقامات از افزایش شماره تلفات هم هشدار دادند. مسئولان هنوز در تلاش نجات گیرماندگان فاجعه مرگبار دیروز هم هستند. و گفته مقامات در نتیجه سیلاب‌ها و لغزش زمین حداقل 3000 نفر بی خانمان هم شدند. سیلاب‌ها همچنان باعث بسته شدن جاده‌ها و قطع برق در سراسر منطقه آسیب دیده شده است. جمهوری سیرالیون کشور است در غرب آفریقا با جمعیت 6 میلیون نفر. دوستان، از کشیدگی‌ها بین مقامات محلی در ولایت بلخ آگاه شدین، اما پیش از اینکه به این بحث بپردازیم فقط شما را یادآور میشم که گزارش جالبه در مورد استفاده از درونز یا طیاره‌های بدون سرنشین داریم که لحظات بعد تقدیم شما خواهد شد. و تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است: تعهد با منشور صدای آمریکا، خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی امریکا و بحث‌های جامع. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای امریکا، موثق، معتبر و جامع.
دوستا طیاره های بدون سرنشین، ماشین های کوچک پرواز با دوربین های نصب شده بر رویان و سهولت به دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. دانشمندان، پلیس و تاجران اغلبا برای استفاده از طیاره های بدون سرنشین صرفه جویی می کنند. اما این ماشین های ارزان قیمت می تواند به حیث سلاح نیز مورد استفاده قرار گیرد. الیزابت لی از هیوستن ایالت تکساس در ایالات متحده در زمینه جنبه های روشن و تاریک این تکنولوژی گزارش می دهد. این ماشین های پرواز امروزه هم نعمتند و هم مصیبت شدند. آنچه که می تواند خواب راحت را از شما بگیرد آن است که کسی از آن برای آسیب رسانیدن به مردم استفاده کند. موارد واقعی در ایالات متحده و در مکانهای دیگر دیده شده که مردم مواد مخدر یا اسلحه را وارد زندان کردند و آنها را به زندانیان پرتاب کردند. اکنون در مناطق خاصی از شرق میانه از این تکنولوژی به عنوان سلاح استفاده می کنند و ذریعه آن مواد منفجره کوچک را بالای مردم پرتاب می کنند. لکن راه های جلوگیری از این تهدیدات با دستبرد و حمله بر سیستم برقی داخل این طیاره های بدون سرنشین وجود دارد. آنها اساساً دستگاه های الکترونیکی هستند که به طور خاص متکی به جی پی اس می باشد. بنابراین اگر فکر کنید که شما می توانید به سیستم راهیاب یا جی پی اس آن دست بزنید و تغییرش دهید، می توانید از یک سیستم الکترومغناطیسی و یا یک فرکانس رادیو استفاده کنید تا ارتباطات را از بخش الکترونیک یا برقی داخل آن که در حقیقت راننده آن ماشین هاست قطع کنید. از جانب دیگر طیاره های بدون سرنشین می توانند مزایای برای نجات و حفاظت حیات نیز باشند. مانند هر تکنولوژی این ماشین ها نیز جنبه های تاریک و روشن خود را دارند. در صنایع کیمیایی طیاره های بدون سرنشین برای بازرسی از ساختارها و برای جاگزینی افراد هنگام انجام کارهای خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در یک ساحه بزرگ ساختمانی داریم که تقریباً 400 فوت بلند است. من مجبور نیستم که کسی را برای نظارت آن بفرستم و من می توانم این طیاره بدون سرنشین را در آنجا قرار دهم و ببینم که چه کاری باید انجام شود و سپس برای عملکرد آن تصمیم بگیرم. تعداد زیادی از سازمان‌های اجرایی قانون در ایالات متحده نیز از طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌کنند تا سریعاً شاهراها را بررسی کنند و در موارد مانند جستجو و نجات از آن استفاده به عمل آورند. پیشرفت‌ها در عرصه این تکنولوژی ادامه دارد. محققان حتی روی این ماشین‌ها به اندازه‌های خیلی کوچک همسان با حشرات خرد کار می‌کنند. محققان می گویند که انکشاف دادن روش های جلوگیری از درون ها به یک رقابت تسلیحاتی مبدل خواهد شد، زیرا که مردم به استفاده مفید از این ماشین ها ادامه می دهند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. دوستا از جنجالای تازه در ولایت بلخ ممکن آگاه باشید. اعضای خانواده محمد آصف مهمند وکیل شورای ولایتی بلخ امروز مدعی شدند که برادرش از سوی و یا هم آقای مهمند از سوی افراد وابسته به عطا محمد نور والی ولایت بلخ دیروز بازداشت شده و مورد لت و کوب هم قرار گرفته. اما سخنگوی ولایت بلخ تاکید میکنه که آقای مهمند از سوی پلیس بازداشت شده. اما سید کمال سادات فرمانده امنیه ولایت بلخ به صدای امریکا دیروز تایید کرده بود که افراد وابسته به آقای نور ولی بلخ آقای مومن را پس از درگیری که منجر به کشته شدن افراد هم شده دستگیر کردند. فرمانده امنیه بلخ تاکید کرده که تلاش وی به عنوان فرمانده امنیه ولایت ای بوده تا به دستور وایس برمک سرپرست وزارت داخله و جنرال مراد علی مراد معین امنیتی آن وزارت آقای مومن را دوباره به کابل اعزام کنند. اما افراد مسئله مربوط به آقای نور پس از درگیری وکیل شورای ولایتی را با خود بردند. اصل قضیه چی است؟ آقای مهمند در کجاست؟ فرصت یافتیم تا به خاطر دریافت معلومات در این مورد با محترم منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ که هم اکنون از طریق اسکایپ با ما به تماس هستند صحبت داشته باشیم. آقای فرهاد سلام بر شما، تشکر از وقتتان. در آغاز اگر کوتاه معلومات بدین، آقای مهمند را چرا افراد وابسته به آقای نور بازداشت کرد و آقای مهمند اکنون در کجا است؟
ما بخواهیم که یک نکته را مثلا واضح نشان بتون و خاطر نشان کنم که دستگیری آقای مهمند به دستور ولی بلخ نشده، بلکه به دستور مکاتب متعددی که از طرف سارنوالی امنیت ملی و همچنان سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین مراجع مربوط یا قمدانی امنیه اصدار شده بود به صورت گرفته، نه بر اساس دستور مستقیم ملی. آقای فرهاد، کم ارتباط ما از لحاظ تکنیکی مشکل هم داره، امید است بیننده ها عذر ما را بپذیرن. سوال ما اینجاست که دستور بحث دیگه است، دستور رویش بعداً بحث میکنیم، اما چرا افراد آقای نور، آقای عطا محمد نور ولی بلخ آقای مهمند را دستگیر کردن نه پلیس؟ اینجا یک سوی تفاهم صورت گرفته. ما دیروز حصر به دفتر جناب والی بلخ حضور فیزیکی داشتم که شخص قمندان امنیه مشخصا وظیفه گرفت از جناب والی بلخ که به خاطر دستگیری آقای مهمند به میدان هوایی میرن و شخصا آقای مهمند دستگیر کرده و مراجع عدلی و قضایی میسپارن. آقای فراد، پس آقای قمندان امنیه بلخ آقای سادات در گفته‌های خود اشتباه کردند. دیروز با صدای آمریکا قمندان امنی بلخ گفت که افراد آقای نور مانع اقدام قمندانی امنیه برای فرستادن آقای مهمند به کابل شدند. ایشان یاد فراموشی دارند و یا ای که خبر ناموثق رساندند؟ خب میشه که اونا نظر خود تغییر داده باشه، اما اصل قضیه همی است که مستقیما دیروز حصر وظیفه گرفتن که باید به میدان هوایی برن برای دستگیری و تحت نظارت گرفتن آقای مهمند. امینجا اساسیت موضوع امینجاست آقای اساسیت موضوع امینجاست، یعنی شما میگین که آقای نور شخصا قمندان امنیه را هدایت داده بودن که آقای مهمند را بازداشت بکنن، درست؟ بله، البته بر اساس و بر بنیاد مکاتب متعدد سارنوالی امنیت ملی و سارنوالی جرایم سنگین. درست است. بعد قضیه را بیان بررسی بکنیم. با میدان هوایی افراد که پلیس نیستن با افراد که گویا وابسته به آقای مهمند از درگیر میشن، کسی هم تلف میشن، آقای نور مسئولیتی مسئله را میپذیره؟ افرادش به میدان هوایی رفته بودن؟ چون پلیس میگه ما دستگیر نکردیم آقای مهمند. اگر پلیس دستگیر نکرده، پس این افراد کی بودن؟ افراد مسلحی که بر دستگیری آقای مهمند رفته بودن کی بودن؟ باز هم قضیه شکل دیگه برای شما رسیده است. قضیه از این قرار است که ما قسمی که در حوال گفتم شخص قمندان امنیه و حوزات مربوطشان جمع پلیس سرحدی که موظف است در ساحه میدان هوایی شریف مستقیما در این مسئله به اصطلاح در دستگیری وظیفه داشتند و همچنان افرادی که متعلق به یا به حمایت از آقای مهمند یا به همکاری از اونا. یعنی شما ایره رد میکنین که گویا افراد وابسته به آقای نور در میدان هوایی حضور داشتن در دستگیری آقای مهمند دست داشتن؟ ببینین، افراد مسلح مربوط به قماندانی امنیه و حوزات مربوطه بودن. یعنی قماندان امنیه افراد مسلح وقتی که تاکید میکنه آقای فرهاد افراد... ما کوشش میکنم که غلط فهمیه که شما مدعیش هستین امی حل شو. آقای فرهاد، دوباره سوال خود بسیار واضح مطرح میکنم، اگر آواز مرا میشنوین. آواز مرا میشنوین آقای فرهاد؟ ما پیام شما را گرفتم در یک جمله. بله، ما سوال شما را پیام شما را گرفتم، ولی در یک جمله میخوایم خاطر نشان بکنم که افراد مسلح یونیفرمدار پلیس که مربوط به قماندانی امنیه ولایت بلخ باشه در شب گذشته تحت نظارت و بازداشت خود قرار بگیرم قرار میتم و بعدا صبح امروز بعد سارنوالی امنیت
آواز شما درست گرفته نشد. همینجا بسیار حساس است آقای فراد. دوباره تکرار میکنیم همین بحث شما را. آقای مهمند بر اساس ادعای خانواده شما به مقام ولایت نبردین؟ یعنی اونا بعد از دستگیری به مقام ولایت هیچگاه انتقال دادن نشده بود دین روز؟ و امروز گفتین آقای مهمند به کجا است؟ هرگز نشده و امی لحظه آقای مهمند به سارانوالی امنیت ملی صبح امروز تحویل و دیروز با مجرد دستگیری به کجا انتقال داده شده بودن؟ مستقیم از میدان هوایی؟ به قماندانی امنی ولایت بلخ. به قماندانی امنی ولایت بلخ. آقای فرهاد، چرا مانع رفتن و یا هم فرستاده شدن آقای مهمند به کابل شد آقای عطا محمد نور؟ خب نظر به حوامر و هدایت سارنوالی اختصاصی جرایم سنگین و سارنوالی امنیت ملی، باید که آقای مهمند که 10 دوسیه نسبتی مبنی بر جعل و تزویر و اسناد و شواهد و توهین و تحقیر و امثال هم در ولایت بلخ داشت، باید دستگیر و تحت نظارت قرار میگرفت که جوابگوی مسائل و دوسیه‌های نسبتی. آیا آقای نور ترس از این داشت که اگر آقای مهمند از ولایت بلخ بیرون بشه و کابل بره، ممکن از پنجه قانون و یا هم تنفیذ قانون فرار بکنه، اعتبار بالای فرستاده شدنش به کابل نداشتن؟ بله یا نه خیر؟ ممکن که شاید که امید در جریان سه یا بیشتر از سه ماه یا چهار ماه آقای مهمند مکاتبی که به ما مواصلت کرده بود و از این مسئله آقای مهمند فرار میکرد. یک چیز مهم دیگه، دین روز آقای نور پیام مشخص در صفحات اجتماعی خود برای مشاور امنیت ملی افغانستان داشت و گفت که از ناامنسازی و یا هم اختشاش پراگنی در ولایت بلخ دست بکشه. هدف آقای نور چی است؟ آقای اطمر در مسئله آقای مهمند دخیل بوده، چیز میخواسته بر علیه آقای نور در ولایت بلخ به میان بیاره یا چطور؟ آنچه در صفحه فیسبوک و صفحه رسمی جناب والی بلخ نشر شده و بهتر میدانم که صفحه از اونا نوشته از اونا را احترام بگذارم و با مو اکتفا کنیم. اما ما انتظار آیاتی که اخیرا جلالت مآب رئیس جمهور توظیف کردند حدود 9 نفر است از ادارات زیرب از کابل شام امروز وارد ولایت بلخ میشه. ما انتظار حقیقت یابی و گزارش هیئت توظیف شده را داریم. آقای فرهاد تشکر از وقت شما. بس کم هنوزم به شکل واضحش معلوم نیست. امید است در برنامه بعدی با شما تماس دوباره داشته باشیم و یا هم اگر امکان داشته باشه با جناب والی بلخ صحبت بکنیم. تشکر از وقت شما. بقیه روز خوش. در بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا میکنند. همکارم جیلا نوری نظریات شما را در مورد برنامه امروز مرور کرده است و در استودیو با ماست. جیلا جان، دوستان چه چیزهایی در ارتباط با پرسش امروز نوشتن؟ سیاجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده های ما که در فیسبوک و یوتیوب برنامه صدای آمریکا را به طور زنده تماشا میکنین. پیام زیادی از شما در فیسبوک دریافت کردیم و یکی از بیننده های ما به نام عزیز رحمان در مورد بازداشت آقای آصف مومن عضو شورای ولایتی بلخ چنین واکنش نشان داده. عطا نور با بازداشت یک عضو شورای ولایتی یک عمل غیر قانونی را مرتکب شده است. اگر به زودی مهمن آزاد نگردد با خشم مردم مواجه خواهد شد. دوست دیگه ما به نام حمید ظریفی در مورد نقش والی بخ بازداشت عضو شورای ولایتی چنین نظر داده. هدف از این رفتار با آقای مهمن است که عطا نور میخواهد تسلط خود بر شمال به خصوص میدان هوایی مزار شریف به نام نمایش قدرت و خشونت آمیز نشان بده. اما زمینه گزارش های جالب صدای آمریکا مصاحبه همکارم باریون سعید در مورد کارساتش در کابل وقت روز استقلال افغانستان با واکنش گسترده در فیسبوک ما همراه بود و بیشتر از نیم میلیون بیننده رسیده و 161,000 بیننده دیگه و بیشتر از 1300 کامنت داشته و نظرات مختلف هم جلب کرده است و صدها بار هم شریک شده است. شما خودتان میتونید که مصاحبه را در صفحه دری صدای آمریکا هم دنبال کنید. اما هشتگ دریم هاست در میان سایر موضوعات مورد بحث رسانه‌های اجتماعی بحث‌های عقل شهروندی آمریکا را دامن زده است. وزارت عدلیه آمریکا از صفحه دریم هاست خواسته تا معلومات شخصی 1.3 میلیون آمریکایی را که این سفر برای شرکت در مظاهرات ضد ترامپ دیدن کردند در اختیار آنها قرار دهد. دریم هاست تا کنون در برابر این خواست استادگی کرده و او را تخطی از حق شهروندی و دموکراسی میداند.
و در اینستاگرام میتونه که عکس جالب خبری صدای آمریکا را در حساب وی او ای آشنا تی وی هم دنبال کنید. با امید از اینکه فردا باز هم بینده پخش زنده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب باشین. سیال جان. تشکر از شما، تشکر از دوستا. بخش دری تلویزیون آشنا در همینجا به پایان میرسه. با امید فردای بهتر.